دوستان درود بر شما. چای یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است و محبوب ترین گونه های آن چای سبز و سیاه هستند که همگی از برگ های گیاه کاملیا سیننسس تولید می شوند. چیزهای کمی وجود دارند که به اندازه نوشیدن یک فنجان چای داغ رضایت بخش یا آرامش بخش باشند، اما مزایای این نوشیدنی به همین جا ختم نمی شود. چای برای قرنها به دلیل خواص درمانی آن در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، تحقیقات مدرن نشان می‌دهد که ترکیبات گیاهی موجود در چای ممکن است در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند سرطان، چاقی، دیابت و بیماری قلبی نقش داشته باشد. اگرچه مصرف متوسط چای برای اکثر افراد یک انتخاب بسیار سالم است، اما میزان مصرف چای سیاه در روز 3 تا 4 فنجان است و مصرف بیش از 4 فنجان یعنی 710 تا 950 میلی لیتر در روز میتواند عوارض جانبی منفی داشته باشد. حالا که متوجه شدیم میزان مصرف چای سیاه در روز حدود 3 تا 4 فنجان است، عوارض متعدد مصرف بیش از اندازه چای را میگوییم. چای منبع غنی از دسته ای از ترکیبات به نام تانن است و تانن ها می توانند به آهن موجود در برخی غذاها متصل شوند و آن را برای جذب در دستگاه گوارش غیر قابل دسترس کنند. کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبودهای مواد مغذی در جهان است و اگر سطح آهن پایینی دارید، مصرف بیش از حد چای ممکن است وضعیت شما را تشدید کند. تحقیقات نشان می دهد که تانن چای بیشتر از غذاهای حیوانی مانع جذب آهن از منابع گیاهی می شوند. بنابراین اگر از یک رژیم غذایی گیاهی یا گیاهخواری سخت پیروی می کنید، ممکن است بخواهید به میزان چای مصرفی خود توجه بیشتری داشته باشید. مقدار دقیق تانن در چای بسته به نوع و نحوه تهیه آن می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. با این حال محدود کردن مصرف خود به 3 فنجان یا کمتر در روز احتمالاً یک محدوده امن برای اکثر افراد است. برگ‌های چای به طور طبیعی حاوی کافئین هستند. مصرف بیش از حد کافئین از چای یا هر منبع دیگری ممکن است به احساس اضطراب، استرس و بیقراری کمک کند. یک فنجان متوسط یعنی 240 میلی لیتر چای بسته به نوع و روش دم کردن حدود 11 تا 61 میلی گرم کافئین دارد. چای سیاه نسبت به انواع سبز و سفید دارای کافئین بیشتری است و هر چه بیشتر چای خود را دم کنید کافئین آن بیشتر می شود. بنابراین از مضرات چای مانده می توان به کافئین زیاد آن اشاره کرد. تحقیقات نشان می دهد که دوزهای کافئین کمتر از 200 میلی گرم در روز بعید است که در اکثر افراد باعث اضطراب قابل توجهی شود. با این حال برخی از افراد نسبت به سایرین نسبت به اثرات کافئین حساس تر هستند و ممکن است نیاز به محدود کردن بیشتر مصرف خود داشته باشند. اگر متوجه شدید که عادت چای شما باعث می شود که احساس عصبانیت یا اضطراب کنید، می تواند نشانه ای از مصرف بیش از حد آن باشد و ممکن است بخواهید برای کاهش علائم آن میزان مصرف خود را کاهش دهید. برخی از ترکیبات موجود در چای ممکن است باعث حالت تهوع شود، به خصوص زمانی که به مقدار زیاد یا با معده خالی مصرف شود و این موضوع از مضرات چای برای معده است. تانن موجود در برگ چای عامل طعم تلخ و خشک چای است. ماهیت قابض تانن ها همچنین می تواند بافت گوارشی را تحریک کند و به طور بالقوه منجر به علائم ناراحت کننده مانند حالت تهوع یا درد معده شود. مقدار چای مورد نیاز برای داشتن این اثر می تواند به طور چشمگیری بسته به فرد متفاوت باشد. می توانید کمی شیر به آن اضافه کنید یا مقداری غذا همراه با چای خود میل کنید. تانن ها می توانند به پروتئین ها و کربوهیدرات های موجود در غذا متصل شوند که می تواند تحریک گوارشی را به حداقل برساند. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای کافئین از نوشیدنی های مانند چای در دوران بارداری ممکن است عوارض خطرناکی داشته باشد. مانند سقط جنین و وزن کم نوزاد هنگام تولد. داده های مربوط به خطرات کافئین در دوران بارداری متفاوت است و هنوز مشخص نیست که چه میزان از آن بی خطر است. با این حال اکثر تحقیقات نشان می‌دهند که اگر مصرف روزانه کافئین خود را کمتر از 200 تا 300 میلی گرم نگه دارید، خطر عوارض نسبتاً کم باقی می‌ماند. برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای چای معمولی، دمنوش‌های گیاهی بدون کافئین بنوشند تا در دوران بارداری در معرض کافئین قرار نگیرند. با این حال، استفاده از همه چای‌های گیاهی در دوران بارداری بی‌خطر نیست. به عنوان مثال، دمنوش‌های گیاهی حاوی شیرین بیان ممکن است باعث زایمان زودرس شود و باید از مصرف آن اجتناب کرد. چای سیاه سرشار از اگزالات است، ترکیبی که به طور طبیعی در بسیاری از غذاها یافت می‌شود.
مصرف بیش از حد آن نیز می‌تواند منجر به سنگ کلیه شود. به عنوان مقایسه، هر فرد به طور متوسط بین 150 تا 500 میلی گرم اگزالات در روز مصرف می‌کند. این نوع نارسایی کلیه به دلیل مصرف بیش از حد میوه ستاره دار، میوه خیار، ریواس و بادام زمینی نیز گزارش شده است. بنابراین یکی از عوارض جدی مصرف بیش از حد چای می‌تواند به دلیل مضرات چای سیاه برای کلیه باشد. مواردی که گفته شد مرتبط با عوارض مصرف بیش از اندازه چای سیاه بودند. در ادامه خواهیم گفت که مصرف زیاد چای سبز چه عوارضی دارد. افراد مبتلا به حساسیت شدید به کافئین ممکن است پس از نوشیدن چای سبز دچار بیخوابی، اضطراب، تحریک پذیری، حالت تهوع یا ناراحتی معده شوند. مصرف غلظت بالای عصاره چای سبز ممکن است در موارد نادر بر سلامت کبد تاثیر منفی بگذارد. اگر فردی چای سبز را در کنار داروهای محرک مصرف کند، میتواند فشار خون و ضربان قلب او را افزایش دهد. با وجود مضرات مصرف بیش از اندازه چای، نمیتوان فواید مصرف چای را نادیده گرفت. در ادامه به طور خلاصه به این موارد اشاره کردیم. چای دارای آنتی اکسیدان است. سلامتی قلب را افزایش میدهد. باعث کاهش کلسترول بد در بدن میشود. سلامتی روده را افزایش میدهد. سبب کاهش فشار خون می شود. سبب کاهش احتمال حمله قلبی می شود. البته در صورت مصرف مناسب و متوسط ها. چای یکی از محبوب ترین نوشیدنی ها در جهان است. چای نه تنها خوشمزه است بلکه با فواید سلامتی متعددی از جمله کاهش التهاب و کاهش خطر ابتلا به بیماری های مزمن مرتبط است. اگرچه مصرف متوسط برای اکثر افراد مفید است، اما نوشیدن بیش از حد می تواند منجر به عوارض جانبی منفی مانند استراب، سردرد، مشکلات گوارشی و اختلال در الگوی خواب شود. بنابراین باید بدانیم چه میزان از آن را مصرف کنیم تا دچار عوارض مصرف بیش از اندازه چای نشویم. این میزان اصولی برای همه مواد غذایی وجود دارد و تنها در صورتی که از یک رژیم غذایی اصولی پیروی کنیم میتوانیم این میزان را رعایت کنیم. اگر شما هم تجربه‌ای در این مورد دارید، لطفاً در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافیست این ویدیو را لایک کنید.